سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان و علاقمندان برنامه آشپزی، خدا کنه که جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز، امروز می خواهیم که یک غذای بسیار ساده، هم بسیار آسان و همچنان یک غذای اقتصادی آماده بسازیم. زیادتر وقتا شما یگان صبحانه آماده می سازین، مثلا زیادتر ما شما تخم کم آماده می سازیم، یا هم ساده در روغن سرخ می کنیم، یا یک ذره رومی همراه استفاده می کنیم، و یا یگان وقت همراه با پیاز آماده می سازیم. خب امروز می خواهیم که املت براتون آماده بسازم. ای که به کدام شکل آماده می سازیم، از کدام مواد استفاده می کنیم، شما هم بیننده برنامه ما باشین و به می شکل یک املت هم آماده بسازیم. نو که چیر تاسو هم غواره چید به دقیقه شکل املت آماده که اینو لازمه مواد یادش بخلی. لازمه مواد ده وچه دنیا، تور مرچ، مالگه، هگه، سبزیجات، هوامدار است، غوړی. لومړی یو کرایی ته ضرورت لرو، چې داسې یو کرایی ولرو او یو هم کاسه. در قدم اول دوستای عزیز، کچالو رو پوست میکنیم. کچالو رو که پوست کردیم، از تراشک میکشیم. دوستای عزیز، در قدم اول کچالو را از تراشک می کشیم. آره، داخل کاسه یک اندازه ها اضافه می کنیم. به مدت 10 دقیقه کچالو را می گذاریم داخل آب. حال گاز روشن میکنیم. گاز روشن کردیم دوستای عزیز، یک مقدار روغن اضافه میکنیم. روغن اضافه کردیم، یک دونه پیاز ضرورت داریم. پیاز در قدم اول به این شکل برش میزنیم. بعدا به این شکل خرد خرد ریزش میکنیم.
در قدم اول پیاز اضافه میکنیم، غوړی می اضافه کړل، اوس هم پیاز په دغه شکل میده کو، پیاز اضافه کو. پیاز اضافه کردیم. دوستای عزیز، کچالو مدت چند دقیقه، شما 10 دقیقه داخل آب بانین. بعد از 10 دقیقه که یک اندازه خود کچالو خود نرم کرد، دیره در چلو صاف انداخته، آبش را برطرف میکنیم. پیاز را اقدر زیاد سرخ نمیکنیم. حالا کچالو را گرفته با دست خود فشار میتیم و امی هابی که اضافه داره هابش را باید دور کنیم. داخل بالای پیاز اضافه میکنیم، مطبقش را فشار میتیم که داریم که آهسته‌آهسته سرخ شود. یک دانه زردک ضرورت داریم. زردک هم به اون شکل از تراشک میکشیم. زردک بالای کچالو اضافه میکنیم. اندازه کفایت میکنه. بگذاریم که آهسته آهسته سرخ شود. یک کم گشنی ضرورت داریم. Thank you.
بیرته را گرزو مکسره پاتشه. سیری اگه اندازه ضرورت داریم؟ یک مقدار سیر اضافه میکنیم دوستای عزیز. یک دو دانه هم مرچ تازه دوستای عزیز. شد مرچ تازه. دوستای عزیز یک مقدار گشنیز خوب میده میکنیم. حالا یک کاسه را گرفته این گشنیز اضافه میکنیم داخل کاسه. چند دانه هم تخم. یک مقدار نمک، تخم گشنیز و همچنان مرچ سیاه داخل کاسه اضافه میکنیم بالای تخم و کچولو رو که آیسته آیسته در حالت سرخ شدن بود دیگه مسئله یک انداز از این مسئله جات بالای کچولو و پیاز هم اضافه میکنیم. یک مقدار نمک، تخم گشنیز و همچنان یک انداز مرچ سیاه. نوکچیر تاسو هم غواره چه نور مسالجات څخه هم استفاده وکي، یعنی سره مرچ څخه، کورکمان څخه، تور مرچ باید پکې باید اضافه کو دي د خاطر چې کله مونږ تاسو اگي آماده کوو نو تور مرچ څخه باید استفاده ولرو. حالا دوستای عزیز تخمه کاملا لط میزنیم امرا با گشنیز و مسالجات. ملات زدیم. حالا بالای می کچالو که میبینین که سرخ شده و یک اندازه پیازم سرخ شده و زردک
سیر مرچ اضافه کردیم، بالای از اینا اضافه میکنیم، کلش به یک اندازه وار میکنیم، حالا تخمه اضافه میکنیم. سایز سرپوش هم میمونیم به مدت یک 4 الی 5 دقیقه با آتش نرمال که اگر اندازه دم بخورد تخم یک گروش خود سرق بسازه. یک 4-5 دقیقه منتظرش میباشیم، بعدا روی به دیگهش باز دور میتیم. حال سرپوش هم میمونیم، خود یک اندازه تخم خود بچسبانه و خود بگیره و زمان که ما شما روش دور میتیم سرپوش رو بانیم، خود یک اندازه سخت میسازه. اگر سرپوش هم نمونیم باز روش یک کم نرم میباشه، وقتی که تخم دور میتیم دیگر روش باز همون شکل که داره همون از پیش ما خراب میشه. سرپوش اگر بانیم خوب است که دم بخوره، به مدت 4 الی 5 دقیقه دم میتیمش. دوستای عزیز به مدت 4 الی 5 دقیقه با آتش نرمال گذاشتیم، حالا یک دانه قاب میگیریم و توش پیپر ما بگیریم که دستم نسوزه. این یک قسمت بیارم سرپوش پس کنیم، کلوی یک سر یک داغ است، یک صافی رو باید شما بگیرین که خدای نخواسته دستان نسوزه. یک دانه قاب میگیرید دوستای عزیز بالای کرایی، خوش کس پیش ما خطا نخور، ولی یک وقت سعی کنی که کلش در روی زمین افتیده. ایروش شد دوستای عزیز میبینین که خوب سرخ شده، حالا روی دیگه شد اضافه میکنیم، یک کم روغن در چارد و بغلش که روی دیگه شم این قسمت تکای بغلش بسیار کم روغن اضافه میکنیم با شکل صحیح منظم به دیگهش هم سرخ شوند. دیگه حالا نیاز به این نیست که دیگه سرپوش بانیم بازم تف دادیم، سرپوش زمانی که ماندیم که دیگه کم تف دادیم به خاطر از اینکه خود یک ذره یک بگیره و خود یعنی ما کم بسازه. انشاءالله دوستای عزیز که سرخ شده آتش حالا کم میسازیم، یک بار چک کنیم که چطور است. این حالا میتونیم که به این شکل هم میشه دور بتیم، انشاءالله که صحیح آماده شده. دوستای عزیز حالا داخل قاب اضافهش میکنیم، گاز هم خاموش میکنیم، املیتی که امروز آماده ساختیم دوستای عزیز بسیار یک املیت، انشاءالله شما که یک بار چک کنین زمانی که کچالو و پیاز اینا رو سرخ میکنیم اگر خام پرتیم یک اندازه هم داخلش خام میمونه، اگر نگیر به این شکل پیاز و همچنان پیاز کچالو زردک و دیگه سبزیجات کم کم میتونیم که استفاده کنیم مثل سیر و مرچ و یکان توته دلمه، اینا رو که کم سرخ کنیم بعد از تخم بالاش اضافه کنیم سبزیجاتش هم سرخ میشه و داخلش هم انشاءالله از پیش ما خام نمیمونه. شما هم به این شکل آماده بسازین و نوش جان کنین. دوستای عزیز غذایی که امروز آماده ساختیم خدا کنه که مورد علاقتون قرار گرفته باشه. این بود برنامه امروز، تا برنامه بعد خداحافظ و نگهدار.
لیدلمو مننه.